شما. خیلی ممنون. بسیار عالی. من خیلی خوشحالم از اینکه در خدمتتون هستم و افتخار این رو دارم که باهاتون گفتگو میکنم. تا حالا این سعادت نصیب من نشده بود. خواهش میکنم. به هر حال من اولین باری که اصلا در یک گفتگوی لایو شرکت میکنم تو اینستاگرام و بسیار عالی. به هر پس حال و فکر میکنم آخرین بارشم البته باشه، ولی به هر حال تو شرایطش اینجوری بود، به هر حال حالا فرصتی شده که خدمت شما باشیم و حالا یه گفتگویی بکنیم ببینیم چی میشه. بسیار عالی. البته من قبلا اسم شما رو شنیده بودم و آشنا بودم با شما، بیشتر به واسطه برگه های امتحانی معروفی که در فضای مجازی خیلی در موردش صحبت شد. مایل هستید دکتر در مورد اون برگه های امتحانی صحبت بکنید برای ما در ابتدای گفتگو؟ عرض به حضورتون که آره، اون برگه امتحانی چیز خیلی خاصی نبود، شاید به خاطر اینکه حالا معمولا ما عادت داریم که نوع امتحانامون خیلی مبتنی بر حافظه و اینا باشه، اون برگه هایی که مثلا من طراحی کرده بودم کم سر صدا کرده، ولی به هر حال همینه دیگه، بعضی موقع آدم ها یه کارهایی میکنن، یه کارهای خیلی حاشیه‌ایشون سر صدا میکنه بیشتر از اون که کارهای اصلیشون سر صدا کنه، و آره دیگه اون دیگه تو فضای عمومی دست پیدا میکنه و پیش میره. فکر کنم بیشتر از اینکه ربط داشته باشه به خود من به عنوان کسی که اون سوال طراحی کردم، ربط داره به فضا که تشنه تغییر توی ماهیت آموزشه. حالا این وسط هم حالا من چهار تا سوالی دادم که کم شاید به نظر خلاقانه برسه، ولی بیشتر به خاطر قحط و رجال موجوده، شاید نمیدونم. هدف اصلی منم همین بود، یه تلنگری به این سیستم آموزشی و این شیوه سوال پرسیدنی که مبتنی بر حافظه است و ببیجه تو رشته فلسفه، البته همه رشته اینجوری، ولی ببیجه فلسفه تهش هم هیچی در نمیاد، یعنی یه سری بچه‌ها یه سری میخونن و پاس میکنن میرن و بعد هیچ کدوم فلسفه نورزیدن. اون یکم بیشتر از این در این سطح بود برای که تلنگری زدن و اینکه حالا حداقل یه نیم ساعت سر جلسه امتحان حداقل یکی یه فکری بکنه و اینجوری. این اصل ماجراش این بود، چیز خاص دیگه پشتش نبود. بسیار هم عالی. منم همینطور فکر میکنم، یعنی یک حالا اگر بگیم هنجار شکنی یا بگیم یک خلاقیت یا نوآوری بود که خیلی استقبال شد ازش، چرا که شاید زمان اون فرا رسیده که خلاقیت های این چنینی حالا در حوزه آموزش و در حوزه تعلیم و تربیت وجود داشته باشه. برگردیم به گفتگوی خودمون آقای دکتر، عنوان و موضوعی رو که جناب عالی پیشنهاد دادید و قرار هست که ما در این لحظه صحبت بکنیم در موردش، معنای زندگی و تجربه مرگ هستش. چرا این موضوع رو انتخاب کردید؟ به این دلیل که ما الان در آستانه در واقع یک بحرانی هستیم که یکی از تبعات اون مرگ هست و مرگ رو بیش از هر زمان دیگری به خودمون نزدیک میبینیم و لمسش میکنیم، از طریق مرگ عزیزان، از طریق مرگ دیگری هایی که در جهان پیرامون ما و در جهان ما در اتفاق میفته. آیا دلیلش این بوده یا اون اهمیتی که همیشه مرگ داشته در کنار زندگی ولی کمتر بهش توجه میشه؟ شاید مرگ و زندگی دو تا همزادی هستن که بعد از پیدایش ما یکی رو در آغوش میگیریم و دیگری رو رها میکنیم، سعی میکنیم فراموشش بکنیم در صورتی که با ما هست و نزدیک به ماست، اما در بحران‌های این چنینی مثل بحرانی که الان درگیر اون هستیم تلنگری زده میشه به ما که فکر بکنیم در موردش. دلیل انتخاب این موضوع چی بود آقای دکتر؟ عرض به حضورتون که ببینید، مسئله معنای زندگی و مواجهه با مرگ مسئله خیلی جدی بود. من برحال اخیراً هم روش کار کردم، مطالبی هم روش نوشتم. البته این موضوعی که پیشنهاد دادم فکر میکنم برمیگرده به اردیبهشت ماه، تا اونجا که یادمه اون موقع در واقع تازه کرونا خب یه چیزایی مطرح شده بود، منم این موضع گیری داشتم، البته هنوزم روی این موضوع هستم و خیلی طول کشید تا من با شما گفتگو کنم، یعنی چون بعد از اون من برخی از این مطالب رو نوشتم، 4-5 تا یادداشت در مورد کرونا و نسبتش با زندگی و اینجور چیزا نوشتم و منتشر کردم. بعد دیگه بخشی از حرفایی که میخوام بزنم تو تکراری هموناست، چون آدم دیگه حرف جدید که خیلی تولید نمیکنه، ولی مسئله اینه که یکی از اون بحران‌هایی که به نظرم بحران‌های واقعی که ما الان دوچارشیم، ما یعنی هم ما ایرانی و هم ما در عرصه بین‌المللی، که تفاوت‌هایی هم داره که میگم اگه فرصت شد، نیهیلیزمه.
یعنی یه جور نیست انگاری به معنای دقیقا نیچه یه کلمه، اون جهانی که نیچه ترسیم میکنه، جهان واپسین انسان ها که ما الان توشیم، یعنی ما الان واپسین انسان های نیچه ایم، انسان هایی که در واقع دیگه اون عناصر مشروعیت بخش و هویت بخش جمعی رو تا یدی دست دادیم، دچار بحران هایی مثل نسبی گرایی هستیم و اینجور چیزا. یکی از بحران های ما معنای زندگیه، یعنی ما دست چنگ میزنیم به هر جایی که یه چیزی به ما معنا بده به زندگی ما، اینقدر ما فقیر و حقیر شدیم در این زمان. و خب کرونا اینجا به نظرم این نسبتی داره با این ماجرا دیگه، یعنی میشه در پرتو کرونا اینو بازخونی کرد. خب به هر حال به لحاظ بهداشتی و نمیدونم اینجور چیزا بحث زیاد شده در مورد کرونا. به نظرم اون تصوری که ما از مرگ داریم در مواجهه با کرونا یه تصور در واقع تحریف شده است، یه تصور خامیه که ناشی از یه سری بحران‌هایی که پشتش هست. این چیزا تو ذهن من بود که این موضوع رو گفتم در موردش صحبت کنیم و حالا بخواین هم میتونیم صحبت کنیم در موردش، چون منم یه طرح خیلی خاصی ندارم ولی یه سری ایده هایی دارم که باز بخشم مکتوب شده تو این مدت و در واقع واکنش‌های مختلفی گرفته، به ویژه واکنش‌های خیلی تند عاطفی از جانب به ویژه عقل عرفی عمومی. و به هر حال میتونم در مورد اون صحبت کنم، موضع خودم رو ترسیم کنم، بگم چرا مسئله معنای زندگی مهمه، چرا این ترس از مرگی که الان داره به بهانه کرونا مطرح میشه اصلا ربطی به ترس از مرگ نداره و اینجور چیزا. اگه بخوام میتونم در مورد اینا یه مقدار صحبت کنم. بسیار همینطور پیش میبریم. حالا اگر مقدمه‌ای فکر میکنید باید بگید در مورد این موضوع و این مفاهیم بفرمایید، وگرنه که در قالب حالا گفتگو اون نظرات حضرت عالی رو و مواجهه‌ای که جامعه و مخاطبان باش داشتن و صحبت‌های تکمیلی شما رو هم ما می‌شنویم. بسیار خوب باشه. عرض به حضورتون که ببینید، اولا در مورد خود کرونا یه مقدمه بگم. به نظر من کرونا بحران نیست، یعنی ما در مورد بحران وقتی صحبت میکنیم، بحران یه چیزیه که عناصر یک جامعه رو یا عناصر برسازنده هویت جمعی یک جامعه رو دچار خدشه میکنه. حالا این بحران میتونه تو هر زمینه‌ای باشه، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، هر چی. کرونای بحران نیست، چون که یه بیماری چجوری با 2% مرگومیر میتونه بحران بشه. میشه در مورد این صحبت کرد، بحث کرد. منم همین هفته گذشته یک گفتگویی داشتم، در واقع صحبتی بود در مورد به زبان انگلیسی در مورد هنر در بحران، این نشست بین‌المللی بود. اونجا من بحث شبیه همین مطرح شد که در واقع ما به یه معنا یک شبه بحران‌هایی داریم مثل کرونا که به نظرم شبه بحرانه، یعنی سود کرایسیس، و اینها دارن بحران‌های اصلی رو بازنمایی می‌کنن. ما یه سری بحران‌های اصلی داریم که به بهانه این بحران‌های ظاهری در واقع بازنمایی میشن و بعضی موقع اون مسائلشون انداخته میشه گردن این بحران ها. مثلا چه میدونم، حالا این دیگه حوزه بحث من نیست، ولی مثلا چه میدونم همین که تعداد تختا کمه برای کسانی که مثلا دوچار بیماری میشن، این اصلا ربطی به کرونا نداره. اینو میشه نشون داد توی 30 سال گذشته به خاطر فرنده نولیبرالیزم چجوری تختا مثلا چجوری کامرشیالایزیشن شده، چجوری تجاری سازی شده و بخش خصوصی برده شده، بخشی از فضای بهداشتی که دولت با یه قواعدی حمایت میکرده و این الان نتیجهش این شده. یا همین مسئله واکسن، مسئله واکسن هم همینه، باز سرمایه گذاری نکردن شرکت‌های دارویی و دولت‌ها و خیلی جای دیگه روی واکسن ها رفتن، جاهای دیگه پول سازتر بود براشون و همین داره الان ما دچار این بحران. این مسئله میگم مسئله بحرانی تری هست که مخفی میشه و یک چیزی مثل کرونا یا خیلی چیزای مشابهش میتونه اینا رو بازنمایی کنه. این دیگه وظیفه ماست که نشون بدیم آقا اینو چی رو داره بازنمایی میکنه اون پشت. اما اگه ما خود کرونا رو تبدیل بحران کنیم، یعنی یه بیماریه اپیدمی که 2%، حالا شما مثلا بگی 3% مرگ و میر داره، این اصلا امکان نداره تبدیل بحران بشه. ما الان خیلی بیماری های دیگه داریم بیشتر تعداد مرگ و میر داره، یا خیلی در واقع آدما به دلایل دیگه میمیرن تا مثلا یه چیزی مثل کرونا. این که چی میشه یه دفعه کرونا اینقدر بزرگ میشه و کل جهان رو تحت شعاع قرار میده، اینو میشه در موردش حرف زد. حالا میشه حوزه‌های مختلفی صحبت کرد، حداقل اون چیزی که به بحث من مربوط میشه، یعنی معنای زندگی، من اینجا میتونم این حرفامو اینجا سوار کنم. اون بحث دیگه به لحاظ اجتماعی، سیاسی، فرهنگی میشه در موردش حرف زد، ولی حالا فرصت الان در همین حد هم بتونیم حرف بزنیم، خیلی هنر کردیم در همین فرصت کوتاهی که داریم. من فکر می‌کردم که این ایده‌ای که داشتم و هنوزم روش در واقع هستم و دارم روش فکر می‌کنم اینه که این ترس از مرگی که حالا بحران کرونا داره اون تلنگر میزنه ریشه توی چیز دیگه ای داره، یعنی خود ایده بهداشت
خود ایده بهداشت به معنای ایده بهداشت میگم چون یه جور الهیات بهداشت دیگه، ایده بهداشت به معنای یه جور آرمان افزایش طول عمر برای بشر، فارغ از این که این عمر قراره چجوری بگذره. ببینید مسئله اینه که این مهمه برای من، معنای بحران معنای زندگی که میگم به این معناست، یعنی ما خود ترس از مرگ یعنی ترس از کوتاه شدن عمرمون برامون میشه مسئله مهمتر از این که خود این زندگیمون هر چقدر که باشه میزانش قرار چجوری گذشته بشه. یعنی کمیت زندگی غلبه پیدا میکنه بر شدت یا کیفیت زندگی، و اینجاست که یه دفعه یه چیزی مثل کرونا یه ترسی رو ایجاد میکنه که وای الان قرار همه ما بمیریم وای فلان، و در یه نسبت تهدیدآمیز با دیگری، یعنی هر دیگری تبدیل میشه به یه عاملی که میتونه تو رو تهدید کنه، میتونه تو رو بیمار کنه، و بعد یه فضای عجیب غریبی در کل سطح جهان شکل میگیره به اسم قرنطینه که همه در واقع جدا میشن از هم دیگه، بدون اینکه اصلا هیچ با این جهانی که الان امروز به شدت ادعای دموکراسی داره هیچ کس هم از مردم هیچ وقت نپرسیده که آقا میخواین واقعا قرنطینه یا نه. یه متنی هم من نوشتم در مورد مسئله چپ و کرونا که نقد کردم چرا چپ ها جلوی این قضیه وای نستادن و انتقاد نسبت به قرنطینه رو به راست ها سپردن و این جور ماجرا که اتفاق افتاد. به هر حال برگردیم بحث خودمون، مسئله اینه که ما الان دچار بحرانیم در مورد زندگیمون و معنای زندگیمون و هویتی که داریم زیست میکنیم باهاش، و توی این وضعیت که البته ریشه های متافیزیکی داره قطعا، انسداد متافیزیکی در واقع اون فقدان مبنای مشروعیت بخشه، مبنای مورد پذیرشه که ما رو دچار شکل از پلورالیسم و کثرت گرایی اینا کرده، این از دست رفتن ارزش های بنیادین، این باعث شده که بحران کرونا در واقع بازنمایی کننده این قضیه است. یعنی ترس افراطی از مرگ واکنشی به این فقدان شدتمندی زندگی، و ما مسئلمون رو یعنی از طرف دیگه ما تا وقتی مسئلمون رو با مرگ حل نکنیم مسئلمون با زندگی حل نشد، و همواره و مواجهه ما با مرگ و حتی زندگی در بحران کرونا مواجه از سر ترس نه از سر آگاهی. این ترس ضد آگاهی عمل میکنه، این ترس کور میکنه، مثل آدمایی که میترسن و وحشیانه واکنش‌های پیشاتمدنی پیشانسانی به خرج میدن، چون که روزهای اول یادتون باشه حمله به چه میدونم مواد غذایی فروشگاه‌ها نمیدونم واکنش‌های خیلی احمقانه نسبت به دیگری در مورد ماسک که حتی توی شهرستان تو ایران هم اینجوری بوده، رفتن بیمارستان آتیش زدن به خاطر اینکه چند نفر کرونا اونجا بستری بودن تو تنها بیمارستان اون منطقه شهر بوده. مثلا که اینا اینجا جایی که من میتونم بهش فکر کنم، یعنی اینجا جایی که من میتونم بیستم و بگم چجوری اسطوره و الهیات بهداشت، ایده پزشکی مدرن که آرمان افزایش طول عمر رو داشته، و از این ورم ما انسان‌هایی هستیم که دنبال جاودانگی هستیم. ببینید خود ایده جاودانگی هم همینقدر بی‌محتواست مثل زندگی ما، مثل ببینید باز مثال مثل اهداف آرمان‌های ما دیگه، ثروت شهرت اینا بی‌معنان بی‌محتوان. مثلا آدما میگن دنبالشن دنبال پولن، فارغ از این که با این پول قرار چیکار کنن، دنبال شهرتن، واسه همین وقتی پولدار میشن به ضدش تبدیل میشه، دوچار هزار تا بدبختی میشن، یا وقتیش مشهور میشن دوچار هزار تا بحران میشن. زندگی هم همینه، یعنی خود زندگی فارغ از این که چیه تبدیل میشه به یه طول عمر، زندگی تبدیل میشه به آرمان پزشکی مدرن بی محتوا، و به همین دلیل این خودش میشه محتوا، یعنی محتوای حیات بدون محتوا در واقع دائما داره ترس از مرگ فقط به ادامه دادن این مسیر و این ایده خب جاودانگی، توهمی از جاودانگی که آدم‌ها دارن یا آرمانی که دارن تو ذهنشون فارغ از اینکه واقعا همین زندگی کوتاه و چجوری قرار زیست کنه، این تبدیل میشه به مسئله. به نظرم کرونا یه فرصتیه برای بازاندیشی به این مسئله. البته باید خیلی مواظب باشیم که ما توی خود این بازیای جنگ روانی تمدنی فرهنگی رسانه‌ای کرونا نیفتیم، که به نظرم خب خیلی از ما افتادیم. البته من اینجا صحبت میکنم نه به عنوان یک سیاستمدار، نه به عنوان وزیر بهداشت، نه به عنوان جامعه شناس، هر کس وظیفه خودشو داره. یه سیاستمدار باید سیاستهای دفاع از مردمشو تعیین کنه، چه میدونم افراد بهداشتی باید برن دنبال آمار میزان مرگ و میر کمتر. من مسئله‌م اون نیست، یعنی به عنوان شهروند من وظایفو دارم، ولی به عنوان کسی که اهل فلسفه است من اصلا مسئله‌م جان انسان‌ها نیست واقعا، صادقانه بگم. یعنی برای من کره زمینی که 8 میلیارد جمعیت داره با 500 میلیون جمعیت فرقی نمیکنه. مسئله من که این انسان ها هر چقدر باشن چی جوری دارن زندگی میکنن، به چه معنا دارن زندگیشون، چه شدتمندی داره، چه انگیزه ای، چه هدفی، چه محتوایی داره این زندگی. و بدون این جان انسان ها با جان حیوان ها با جان گیاهان خیلی فرقی نمیکنه برای من. از این منظر من میتونم نگم، یعنی مسئله من مبنا و مشروعیت و معنا بخشی به حیات، که به نظرم الان میشه در موردش حرف زد، یا من این مدت خوبی چیزایی هم نوشتم در این مورد،
و میبینم منظورم چی، منظورم که بعضی ها یه جوری دارن از نمردن انسان ها صحبت میکنن، یا یه جوری از ترس از مرگ صحبت میکنن، انگار واقعا زندگی میکنن، یعنی انگار اصلا فارغ از اینکه چی کار دارن میکنن تو زندگی. یعنی اگه کرونا فرصتی باشه، فرصت به بازاندیشی به خود زندگیه، اما عملا ما میبینیم اینجوری نشده، برخلاف همه شعارهایی که اول میدادن. یعنی فرض کنید شما یه جامعه، حالا جامعه ایران، جامعه هر جامعه، مثلا فرض کنید تو ایران مثال میزنم، بخش قابل توجه از جامعه مثلا بهمن پارسال احساس میکردن که ما چقدر بدبختیم، فشار تحریم اقتصادی روانی اجتماعی همه چی، بعد شما تو اردیبهشت ما ازشون میپرسین، همه آرزوشون اینه که برگردن به پیش از کرونا، چقدر کرونا بده، ای کاش کرونا بده. یعنی اصلا فکر نمیکنه به اینکه آقا این فرصتی برای، یعنی کرونا چیز جدایی از همون زندگی شما نیست، این همونه، به این شکل دیگه بازنمایی شده. کرونا به این معنا به نظرم الان تبدیل به تهدید شده، یعنی تبدیل به، هم میتونه تبدیل فرصت بشه برای بازاندیشی، هم میتونه تبدیل به تهدید بشه برای احمق‌تر شدن جامعه. و اینجاست که حالا به هر حال روشنفکر متفکر هر چی هست فرصت یعنی این رسالت رو داره که بیاد یه تلنگری بزنه، بگه مسئله اصلی اولویت نمردن نیست، هرچند اونم مهمه، باید رعایت بشه، هر چی که اصلا مخالف اونها نیستن، ولی مسئله اینه که ما برگردیم به اینکه اصلا ما زندگی داریم میکنیم، ما که داریم از مرگ میترسیم به چه معنا زندگی میکنیم، زندگی چیه. و اون وقت شما میبینید وقتی بحث شدت زندگی مطرح بشه، در این بحث اصلی نیست که ما چقدر زندگی میکنیم، مثلا که همین اکنون ما چگونه زندگی میکنیم، این همچین چیزی، یعنی موضوع اصلی نوشته های من و یادداشت های من و اینا یه همچین چیزی بوده. در کنارش هم نقد خود مفهوم پیشرفت، یعنی مفهوم پیشرفت تکنولوژی که به چه معنا، به چه معنا پیشرفت تکنولوژی و بهداشت و اینا به چه معنا ما رو ضعیف‌تر کرده، ما به نظرم انسان‌های ضعیف‌تری هستیم از انسان‌های 100 سال پیش حتی نسبت به همچین بیماری. و این چجوری هم به لحاظ ذهنی خب ترسوتر شدیم، ضعیف‌تر شدیم، احمق‌تر شدیم، هر چی که هست، و چجوری حقیرتر شدیم، و چجوری خود همین پیشرفت اتفاقا عامل تسریع بیماری میشه. یعنی اگه مثلا ما 200 سال پیش این بیماری اتفاق می‌افتاد، شاید تا الان توی چین مونده بود و خیلی بعید بود برسه به ما، ولی خود این پیشرفت تکنولوژی و چه می‌دونم سفرهای مختلف و راحت‌تر شدن سفر و سیستم هواپیمایی خودش اینو بست داد. به هر حال این یه مجموعه‌ای از ایده های انتقادی در مورد مواجهه ما با کرونا. البته ما میگم، باز اینم نکته رو بگم، حالا شاید فرصت نشه، ما ایرانی یکم فرق داریم با ما مثلا اروپا، ما غربی، چون که وقتی من میگم نیهیلیز، ما ایرانی خیلی دشوارتره برامون که مواجه بشیم با نیهیلیز، یعنی با نیست انگاری حاکم بر. چرا؟ چون ما همیشه یکی داریم که تقصیر بندازیم گردنش، همیشه دولتی هست که اگه ما بدبختی مقصر اونه، مثلا این شکاف دولت ملت هم که الان ما تو اوجشیم دیگه، فکر کنم در تاریخ ایران معاصر بی سابقه بوده این شکاف دولت ملت. و یه چیزی هست بنظرم گردنش، من میدونم ما هیچ وقت مدوچار مواجه، اگه یادتون باشه اولش هم که کرونا وارد شد همه مینداختن گردن دولت و انگار یه کرونا این پدیده مال ایرانه، بین چین و ایران تعبیر میشه، بعد تمام بحثایی که در مورد تخت خواب ها و نمیدونم واکسن و نمیدونم ماسک، بعد یه ماه دیدن همه اتفاقات تو انگلستان و تو فرانسه و توی آلمان و برزیل و آمریکا هم داره میفته، و اتفاقا یه چیز مسئله اینه دیگه، از این جهت ما مواجهمون با نیهیلیسم خیلی پیچیده تره و به نظر ما باید یک گام های بازاندیشی عمیق‌تری برداریم نسبت به ماجرا. هرچند این به این معنی نیست که افراد یا نهادها از مسئولیت خودشون شونه خالی کنن، ما باید نقد کنیم هر کسی که مسئوله نسبت به هر چیزی، ولی در این حال این نقدها رو در واقع از این جهت هم این نقدها رو انجام بدیم. حالا این چیزی که حالا به ذهن من میرسه. خب خیلی جالب بود صحبتتون آقای دکتر. شاید افراد مختلف دیگه زمانی که صحبت میکنن در مورد بحران کرونا، البته بحران کرونا که میگیم به معنای نمادین و بازتاب در واقع آنچه که اتفاق میفته است، بیشتر در مورد عرصه پیرامونی، در مورد امکانات، در مورد در واقع آنچه که در خارج از ذهن و وجود ما اتفاق میفته صحبت میکنن، مثلا اینکه در حوزه بهداشت چه کمبودهایی هست، چه راهکارهایی هست، چه پیشنهادهایی هست. اما اون مسئله که شما دارید مطرح میکنید در مورد خود هر فرد و هر انسانی هستش که فکر بکنه در این وضعیتی که به وجود آمده چقدر معنای زندگی رو درک میکنه و مواجهش با مرگ از نوع ترس هست یا از نوع آگاهی هست. میخوام به این برگردم آقای دکتر، مرگ اندیشی یا مرگ آگاهی، حالا هر دوی این واژه‌ها استفاده میشه، نمیدونم کدومش در بین اهل فلسفه درست‌تر به معنی اینکه رایج‌تر هست، این مرگ آگاهی و مرگ اندیشی اصولا چه جایگاهی داره در فلسفه؟ خب چون ما یه
بحثی و بخشی در الهیات داریم در مورد این دوتا مفهوم و این دوتا انگاره. من میخوام بپرسم که در بین اهل فلسفه و فلسفه دانها این چه جایگاهی داره و چه اهمیتی داره، و از طرف دیگه آیا این مرگ اندیشی و مرگ آگاهی چقدر کمک میکنه به انسان حداقل مدرن؟ شما اشاره کردید که در دوران پیش از مدرن ممکن بود خیلی از این اتفاقات به راحتی حل و فصل بشه، به عنوان بخشی از واقعیت و طبیعت پذیرفته بشه و تمام بشه و بره پیکارش. اما الان انسان مدرن، البته اولین باری نیست که انسان مدرن مواجه شده با مرگ دست جمعی، مرگ نزدیک، اما خب خیلی به نظر میرسه انسان مدرن رو بیتاب کرده این مواجهه و این تجربه، حالا به واسطه هر اتفاقی که قبلا بوده، اینکه بهداشت پیشرفت بیشتری کرده، ما انتظار نداریم که در این سطح و حد و آمار مرگ اتفاق بیفته، مرگ به ما نزدیک بشه، اینها رو میذاریم کنار الان و میخوام بگم اصلا این مرگ آگاهی و مرگ اندیشی چه کمکی به انسان مدرن میکنه؟ بله ما میل به جاودانگی داریم، فکر میکنیم که حداقل باید فرصتی داشته باشیم برای بهتر زندگی کردن، حتی اگر بهتر زندگی نکنیم یا زندگیمون رو بهتر نکنیم به معنی وجودیش، حالا جدا از المان های دیگه. این مرگ آگاهی و مرگ اندیشی رو شما چطور بهش فکر میکنید دکتر؟ ببینید، اولا در مورد اینکه اهل فلسفه یا فیلسوفان در مورد مرگ اندیشی چه موضعی دارن، خب برمیگرده به هر مکتبی. فرال میگسون هایدگر یه بحثی داره، فیلسوفای متأخر فرانسوی یه بحثایی دارن، حالا هر کدوم با هم دیگه فرق دارن، مثل باتای و بلانشو و اینها، لویناس و دیگران، و از اون طرف هم خب فیلسوفان مدرن بحثای مختلفی داشتن. اینا حالا هر کسی که رویکرد خودشو داره در مورد مرگ، بعضیا مرگ رو جدی میگیرن، که بیشتر از همه اون روی کردی که ما میگیم مرگ رو جدی میگیره از دور به بعد، یعنی مشخصا از نیمه دوم قرن 19 هم، ما به اینا میگیم روی کرده اگزیستانسیالیستی، یعنی مسئله مواجهه با مرگ مسئله شد برای فلسفه. خیلی موقع فیلسوفان قبلی، فیلسوفان مدرن، مسئله مرگ برایشون خیلی مهم نبود. حتی اسپینوزا صراحتا در مورد اندیشیدن به مرگ هشدار میده که اصلا باید به چه معنا مخل اندیشه است. حالا اون برداشت حالا خیلی کلیشه‌ای از اسپینوزا. فیلسوفان مدرن معمولا در مورد مرگ خیلی حرفای فیلسوفان قبل از مدرن هم که بیشتر دغدغه‌شون زندگی بعد از مرگ بود. خب اینکه بعد از مرگ چی میشه، ماجرا چی، حالا افلاطون، فایدون در مورد نفس و ماجراش چی، بعد تو قرون وسطا اون داستان‌ها و نفس و زندگی بعد از مرگ و اینا. در دوران مدرن که بحث زندگی بعد از مرگ به معنا منتفی شد یا حداقل رفت تو پرانتز که در رابطه فلسفه نداره، دیگه در مورد مرگ خیلی صحبت نمیشه. از نیمه دوم قرن 19 ما می‌بینیم که مسئله مرگ جدی میشه و بیشتر با روکرتای اگزیستانسیالیست، یعنی مواجهه فرد با مرگ، این فرد چه مواجهی داره با مرگ و به چه معنا این معنادار میشه توی به ویژه میگم اگزیستانسیالیست ها، مشخصا تو قرن 20 با هایدگر و سارتر و ملوکونتی و بعدن حالا متأخرات فرانسه تحت تاثیر اینا این ماجرا ادامه پیدا میکنه. میشه در مورد این روکرتای مختلف حرف زد. من الان میخوام در مورد خودم حرف بزنم، یعنی روکرد خودم که خب یه بخشش تحت تاثیر نیچه است، تحت تاثیر هگل، تحت تاثیر پست مدرن فرانسوی فرنش تئوریا، در موردش هم چیزایی نوشتم در مورد مرگ. و مسئله اینه که ببینیم مرگ اندیشی خیلی مهمه. اولا مرگ اندیشی خیلی موقعا یه بار منفی پیدا میکنه، الان هم مد شده اتفاقا به اون روی کردی. بله یکی از متفکرهایی که من خیلی در واقع از مواجهش با کرونا تو این ایام در واقع دفاع کردم و خیلی ایده داد به خود من و اون ورم صدای تکی بود، یعنی جورج آگامبن، بعدن خیلی متهمش کردن که این دنبال یه جور مرگ سیاسته، یعنی اینا دفاع از مرگ میکنن، زندگی براشون مهم نیست یا هر چیز. مسئله مرگ اندیشی این نیست، مسئله مرگ اندیشی اینه که اتفاقا اندیشیدن به مرگ به مثابه معنا بخش زندگی. ببینید خیلی خود مشخصه، بخوام خیلی روشن به زبان ساده بگم، هویت یک چیز رو مرزهاش تعیین میکنه، یعنی اصلا من و دیگری، هر شیء نسبت به دیگری، یک شیء از آن جهت آن شیء هست که دیگری نیست، و به این معنا میگن که limitation and determination and definition اینا یه سطح، یعنی محدود، حد محدود و تعین بخشی و تعریف. ما میخوام یه چیزو تعریف کنیم به مرزهاش، یعنی تمایزاتش با چیزهای دیگه تعریف میکنه. این بحث دیگه ما نمیخوام خیلی واردش بشیم، اما وقتی ما در مورد زندگیمون میاندیشیم، مرگ مرزیه که میتونه زندگی رو معنادار کنه. به این معنا مرگ میشه ابژه اندیشه، یعنی موضوع اندیشه برای معنادار شدن زندگی. اگه کسی به زندگی بیاندیشه بدون مرگ، در واقع به زندگی نیاندیشیده، انگار به یک چیزی بیاندیشه بدون که تفاوتش با اون اشیای دیگه مشخص کنه یا هر چیز دیگه، زبان خیلی ساده البته.
به این معنا مرگ میشه موضوع اندیشه، اما مرگ موضوع خاصیه، یه موضوعی که هیچ وقت به چنگ نمیاد. ببینید من در مورد این دیوار، میز، نمیدونم کره ما، هر چی صحبت میکنم میتونم ابژه شناخت قرارش بدم، برم بررسیش کنم، مشاهده کنم یا هر چیزی. یا حتی از برخی از عواطفم صحبت میکنم، مثلا فرض کنید من چونم در مورد عشق صحبت میکنم، میتونم وقتی خودم احساس عواطفی بهم دست میده برم بدون فکر کنم ببینم چه نوساناتی بهم دست میده، اونو بیام بنویسم، حالا من موضوع اگزیستانسیالیستی یا هر موضوع دیگه تو ادبیات هر جای دیگه. اما مرگ چیز عجیبیه. مرگ آنجاست که من نیستم و وقتی من هستم مرگ نیست. من هیچ وقت نمیتونم مرگ رو تجربه کنم راجبش حرف بزنم. چجوری من میتونم راجبه چیزی که نمیتونم تجربه کنم حرف بزنم؟ این خود تازه آغاز پروبلماتیک ماست، یعنی که تازه آغاز بحث شروع بحث ما از مرگ. ما میخوایم راجبه چیزی صحبت کنیم، نمیتونیم دورش بزنیم چون معنا بخش زندگیمون، از طرف دیگه هیچ وقت نمیتونیم ببینیمش یا تجربهش کنیم، چون همون لحظه که تجربهش کردیم دیگه نیستیم که بیاندیشیم یا راجبش حرف بزنیم یا هر چیزی. اینجا باعث میشه که ما بتونیم یه، حالا در ساعت فردی و چه میدونم ادبیات و عواطف و اینا کاری من بهش ندارم، در ساعت فلسفه اینجا یک مرگ به معنای به مسابق مفهوم مطرح میشه، یه مفهوم متفاوتی، و اینجاست که خب خیلی از متفکرها در موردش حرف زدن. یعنی مرگ در این حالی که هنوز نیست، ولی ما مجبوریم خیلی ساده بخوام پیش از مردن بمیریم، یعنی پیش از مردن تجربه کنیم مرگ رو. اما این تجربه‌ای که انگار همواره با به مسابق دیگری اتفاق میفته. این یه بحثه، یعنی همه این حرفی که می‌زدم یه بحث تجربه شخصی که شما اشاره کردید دیگه، یه بحث شخصی فرد، مواجهه فرد با زندگی، مواجهه فرد با مرگ. اینو داشته باشیم اینجا، میشه در مورد این ادامه بدیم اگه گفتگوی چیزی بخوایم. اما یه نکته، من نگرانم که مبادا ما کل بحثمون فرو کاسته بشه به تجربه شخصی. من به شدت مخالفم. چرا؟ چون که ما فقط شخص نیستیم، ما خودمون محصول جامعه‌ایم، محصول فرهنگی، محصول عناصری هستیم که ما رو ساخته. پس اگر مواجهه بیواسطه یا شخصی هم داریم با یه موضوعی، این مواجهه در واقع بیواسطه و شخصی نیست، در واقع مواجهه سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، تاریخیه و باید تو اون بستر دیده بشه. به همین معنا مرگ فقط یه مفهوم شخصی نیست که من بهش فکر کنم یا باش ارتباط برقرار کنم، مرگ مفهوم سیاسی اجتماعیه. از مواجهه با مرگ باید در هر دو ساحت انجام بشه، یعنی هم ببینیم فرهنگ داره چه داستانی در مورد مرگ به ما میگه و با اون مواجه بشیم. مواجهه خب قاطعا انتقادی، چون من اهل فلسفه هم، فلسفه همواره دشمن فرهنگه، فلسفه همواره دشمن عقل عرفی، فلسفه همواره قرار تکون بده، همواره قرار ساختارها رو از بین ببره. من فکر می‌کنم کیفیت صداتون خیلی درست داره کاسته میشه ازش. آره خب الان چطور صدای من؟ الان خوبه؟ الان خوبه بله. آره خب دیگه بفرمایید. فقط اگه آره یکم صدا قطع واسه شما هشدار بدین که من مدیریت کنم ببینم که چیکار می‌کنم. بله ببینید از حضورتون که آره مسئله اینه، مسئله که مرگ اینجا فقط یه چیز شخصی نیست. من به عنوان کسی که اهل فلسفه ام، از اولین فیلسوف به این معنا سقراط همین کارو کرد، جامعه رو قلقلک داد، تلنگر زد به اسطوره های برسازنده هویت جمعی و اونا هم واکنش بهش نشون دادن، کشتنش دیگه. و تا حالا همینه، فلسفه همواره مواجه، فلسفه همواره در مقابل عقل عرفی، فلسفه همواره من بخوام بگم به کلام شاید کم برخورنده باشه، فلسفه همیشه ضد مردم، چون مردم همیشه تو اسطوره های هویت بخش جمعیشون اون قصه ها و اینا به سر میبرن، فلسفه قراره تلنگری بزنه به اینا دیگه. به همین دلیل وقتی مثلا در مورد مرگ صحبت میکنیم، فراموش نباید بکنیم اون تصوری که از مرگ وجود داره در جامعه هم یه تصور برساخته یه بیرونیه که باید اونم نقد کرد. پس هر وقت ما در مورد یک مفهومی اینجا در مورد مرگ صحبت میکنیم، همزمان باید هم تجربه شخصیمون رو لحاظ کنیم، یعنی اندیشیدن به خود مرگ، و هم مواجهه با یک مفهوم سیاسی اجتماعی، یعنی یک اسطوره‌ای که در جامعه ما هست و ما داریم زیستش میکنیم. اینجا همزمان ما هم یک کار سیاسی اجتماعی داریم میکنیم، هم یک کار عمومی داریم میکنیم به این معنا، هم یه کار شخصی با اندیشه. اینا همزمان پیش میره، اینا رو نمیشه از هم دیگه جدا کرد، این دوتا پروژه رو. به این معنا بله، مرگ در این حال که یک مفهومه که من راجبش فکر میکنم و میتونم بیاندیشم و تجربهش کنم، یا تجربه هایی که شده، مرگ عزیزان، مرگ دیگران، به اون بیاندیشم. من یادداشتم نوشتم در مورد سوگواری، در این ایام تقدیمش کردم به قربانیان کرونا. همین، یعنی خود سوگواری به چه معناست و مرگ چگونه بازسازی میشه. از طرف دیگه خود این که مرگ چجوری برای ما یه اسطوره شده و ما باید اون اسطوره رو بشکنیم، یه توهمی از مرگ داریم برای اینکه به مرگ فکر نکنیم، چون جامعه، تمدن، فرهنگ همواره میخواد ما فکر نکنیم، چون میخواد ما کارمون رو انجام بدیم که به ما محول شده فکر کنیم. خب معلومه خیلی از اسطوره ها یا اون بایه ها به هم میریزه دیگه.
به همین دلیل این یه چیز توامانه دیگه. اینم گفتم نکته‌ای که به ذهنم میرسه، مبادا اینو کل بحث رو تبدیل کنیم به تأمل شخصی فردی اگزیستانسیالیستی. آیا دکتر اصلا این امکان پذیر هست اینکه ما اون چهارچوب موجود، حالا نمیخوام دفاع بکنم، ولی اون چهارچوب های ذهنی، اون چهارچوب های اجتماعی، اون برساخت های فرهنگی رو ما بشکنیم و از افراد، از انسان هایی که با مرگ عریان و برهنه و ناقافلی که فرا رسیده الان مواجه هستن، سوگوار هستن یا خودشون دارن دست و پنجه نرم میکنن با مرگ، بخوایم که طور دیگری به مرگ بیاندیشن، الگوها و الگوواره های جدیدی رو جایگزین برداشتشون از مرگ، مواجههشون با مفهوم مرگ بکنن و در این هنگامه به این بیاندیشن که خب من آیا زندگی میکنم، زندگی من چه کیفیتی داره، آیا این مرگی که الان در مقابل من قرار گرفته و داره زندگی من رو تهدید میکنه، من رو باید وا بدارد به این که بله، اینها خیلی آموزه های ایدئال و آموزه های جالبی هستند و در طول تاریخ هم معلمان بسیار بزرگی در مورد این مفهوم صحبت کردن در همه حوزه ها، از الهیات، فلسفه و حوزه های دیگه، علم و مثل اینها. اما خب چه کمکی میکنه به انسان؟ من مقاله شما رو که در مورد سوگواری در ایام کرونا میخوندم به این اشاره کرده بودید که ما همواره با رنج قرین هست زندگیمون. خب واقعا انسانهایی که همواره در معرض رنج و رنج کشیدن هستن، حالا ما بیاییم یک رنج دیگری بر اون بیافزاییم، این سوال، این پرسشی که دارم مطرح میکنم یه پرسش هست فقط، رنجی به اون بیافزاییم و بگیم که خب شما که الان دارید از مرگ میهراسید و از مرگ میگریزید، خب زندگی شما چه کیفیتی داره که حالا انقدر هراسان شدید؟ میخوام بگم یه پارادوکس خیلی عجیب و غریبی رو داره ایجاد میکنه. میدونید حالا بگذاریم از بحث عواطف و از بحث های این چنینی در مورد عامه مردم، اصلا این امکان پذیر هست و بعد چه سودی داره؟ من اینو میخوام بپرسم. خیلی به نظرم سوال خوبی بود، یعنی واقعا حالا من شاید نتونم به جواب بدم، ولی سوال خیلی خوبی بود، یعنی اینکه همین دقیقاً اونجایی که میشه بهش اندیشید. ببینید مسئله اینه که بله، به هر حال همون متنی هم که تولید شده در مورد سوگواری نتیجه تجربه سوگواری من بود برای عزیزی که در واقع بر اساس کرونا دچار مشکل خیلی جدی شد و از دست رفت، و به همین دلیل اون تجربه رو من نوشتم. میتونستم من اون تجربه رو یه جور دیگه زندگی کنم، میتونستم برم گریزاری کنم براش، میتونستم تا این مدتی باش که حرف نزنم، میتونستم غمگین باشم یا هر چیزی، هرچند بودم به من. ولی ببینید مسئله چیه؟ مسئله اینه که حالا این برمیگرده به سوال شما که جدیه. وقتی که عواطف به ما میاد سراغ ما، حالا این عواطف میتونه ناشی از عشق باشه، ناشی از دست رفتن عزیز، حالا مرگ یا هر چیزی باشه یا هر چیز دیگه، ما میتونیم چیکار کنیم با این عواطف؟ بله، ما میتونیم این عواطف رو بزیم جوری که انگار عواطف بر ما غلبه داره. چون خود اسپینوزا کتاب اخلاق میگه دیگه، گویی عواطف بر ما غلبه دارن، یعنی هر چیز اتفاق میفته، یکی میمیره من ناراحت بشم، عزیز من میمیره، از اون دشمن من میمیره من خوشحال بشم، از این ور شکم من سیر میشه من خوشحال بشم، شکم من گشنه میشه خالیه من ناراحت بشم. مثلا این هست، منم انسانم، ما همه به قول روان تنیم، روان از تن جدا نیست، فکر از تن جدا نیست، ما همه درگیر این چیزایی و از اون ور عواطفم از اندیشه جدا نیست. من اینو میدونم، ما دیگه تو قرن 21 زندگی میکنیم، دیگه ما جدایی ماهوی بین اندیشه و عواطف یا فکر و عواطف و بدن رو دیگه بهش قائل نیستیم، اینا همه در هم تنیدن. ولی مسئله این است که انسان چه انتخابی بکنه. یعنی یه موقع است ببینید دیگه رنجی هست که شما مثلا همین رنج از دست رفتن عزیز، شما این رنج رو میتونید بکشین، درونی کنید، خودتو داغون کنید، بعد برید فشار بهتون بیاد، قرص از افسردگی بخورید، نمیدونم تا این مدتی اینو ادامه بدید رنجی که میکشید، و بعد در مورد این رنج وقتی به صورت بیواسطه صحبت میکنید با دیگران، دائما یه احساس، من خودم این احساس داشتم همیشه، یه احساس رقت انگیزی به من دست میده. یعنی میخواستم به دیگری بگم آقا من خیلی رنج میکشم، بعد دیگری میگفتش خب آره میدونم، خوب میشه ان شاء الله فر. نه، من خیلی زبان قاصره از بیان، واسه شما این مجبوری اغراق کنید، این مجبورید وارد نمایش های سوری بشید که به نظر من بخش اعظمی از مراسم سوگواری در ایران نمایشه، اصلا ربطی به رنج افراد نداره. یعنی افراد بیشتر از اینکه رنج بخوان خودشون تجربه کنن، میخوان ببینن جلوی چش دیگری من باید چگونه جلوه کنم که بگن طرف آدم مثلا بی بخاری نیست یا احساس عواطفش چجوری. توی این چنین فضا، یعنی من بنده عواطفم میشم و اینجا عواطف داره
به شکل منفعلانه منو به پیش میبرن و حالا هر چقدر من دست و پا میزنم بیشتر فرو میرم. حالا میتونید یه کار دیگه بکنید، اینکه خود این رنج رو درونی کنیم، ببریم بهش بیاندیشیم و بعد تبدیلش کنیم به مفاهیم و بعد بازنمایش کنیم در عرصه کلی، یعنی با امر کلی ارتباط داشته باشه نه امر جزئی. وقتی کسی مثلا متن سوگواری مثلا منو میخونه، یا نه نوشته منو، یه متن راجع به عشق از یک نویسنده میخونه یا یک شاعر میخونه یا یه متن راجع به مرگ، از همزاد پنداری میکنه، به جای اینکه بیاد بگه آخه این نویسنده چقدر ناراحت بوده، میاد میگه خب این شما در واقع تجربه رنج بشری رو بازنمایی کردید. چرا؟ چون این توان رو داشتید که از بیواسطگی حس خارج بشید و اون رو به باواسطگی اندیشه ببرید و اینو درونی کنید. حستون رو به جای اینکه انفعالی عمل کنی، حستون تبدیل کنید به تجربه و ابزار برای اینکه ازش چیزی در بیارید. اما اینکه شما میگید این چه سودی داره در نهایت، واقعا من نمیدونم. این انتخاب های انسان هاست. برای من زیستن من اگه این نباشه بی‌معناست. زیستن من اگه فقط در بند به قول اسمینوزا عواطف باشه و طبق رانه هایی که داره ما رو هول میده به پیش بره، به نظرم اون زیستن ارزش زندگی نداره. و البته در اون معنا حیوان و انسان و چیزا فرق خاصی هم نمیکنن، همه موجودا خب دارن طبق این رانه هایی پیش میرن. حیوان هم اگه بچهش بمیره ناراحت میشه، یه واکنشی نشون میده دیگه. مثلا اینکه چه چیزی باعث میشه که من انسان باشم، یعنی زندگی معنادار باشه، و این معنا این اونیه که من میتونم تازه بیاندیشم بشه. یعنی مرگ اندیشی اینجا معنی میده تازه با این پیش فرض. اما یک نفر میتونه انتخاب نکنه، بله معلومه میتونه نکنه. یعنی من اصلا نمیگم که آقا اصلا نمیخوام موعظه یا آموزه‌های اخلاقی بدم در مورد آب مرگ بیاندیشید، اصلا نمیشه بعضی چیزها رو موعظه داد، به خاطر اینکه وقتی فرد تحت تاثیر عواطف شدیده، اصلا اون چیزا براش بی‌معناست. مگر اینکه فرد یا یک جامعه، میگم باز فرد از جامعه هم نمیشه جدا کرد، من که فرد حالا در بستر جامعه از پیش خودش رو چنان پخته باشه، چنان صیقل داده باشه که این امکان رو داشته باشه که بیاندیشه به این ماجرا. ببینید شما مثلا چه میدونم آثار بزرگ ادبی، آثار بزرگ هنری رو میبینید، نقاش یه کلیسا رو نقاشی میکنه و شما لذت میبرید. هزاران آدم همون کلیسا رو از همون زاویه دیدن و فقط گفتن به به و چه چه، خب یا حالا یه چیز دیگه گفتن در موردش، ولی اون هنرمنده که اینو به یه سطحی رسونده که اون زندگی اون هنرمند معنادارتر از زندگی اون آدمایی که در واقع دیدن و رد شدن یا هر چیز. به این معنی. ولی این باز در نهایت من نمیخوام یک تجویز کلی بکنم، وظیفه من تلنگر زدن به جامعه است دیگه. یعنی جامعه دو یه سری اسطوره هایی داره که این اسطوره ها عمومیت داره و بعد وظیفه من اینه که این اسطوره ها رو بشکنم، به خاطر که عناصر فریبکارانه پشت این اسطوره ها رو میدونم که مراسمات سوگواری چجوری داره چجوری داره تحمیق و توده رو مثلا باز تولید میکنه. مراسمات اصلا جشن حتی نه فقط سوگواری، نگن همه مرگو داریم که جشن هم همینطور. حالا مراسم میتونه یه بحث مفصل من شما صحبت کنیم در مورد اصلا عروسی، تجربه مراسم عروسی در ایران که چجوری داره ضد خود رابطه عاطفی عمل میکنه، چجوری داره ضد خود جامعه، ضد خود انسانها و هویتشون عمل میکنه و اینجور چیزا. وظیفه من اینه که اینا رو نشون بدم، ولی خب یه انسانی نمیخواد، خب نمیخواد دیگه، اصلا بس دیگه، کاری اصلا نمیخونه مطلب منو یا میره یه چیز دیگه میخونه مثلا، نمیدونم. من در واقع میتونم ادعا بکنم مفهوم صحبت شما رو به خوبی درک میکنم، ولی از اون طرف ما در واقع آموزه های دیگه و انگاره های دیگه ای داریم، مثلا مبتنی بر توصیه های روانشناسانه که توصیه میکنن به اینکه اون الگوها حفظ بشه. مثلا در هنگامه، حالا تا الان بحث ما جای جدل بین این دوتا انگاره و آموزه نیست، که حالا روانشناسان میگن که باید سوگواری انجام بشه، افراد سوگ خودشون رو به اشتراک بذارن، اون تجربه خودشون رو با دیگران شیر کنن، سهیم بشن، شاید در واقع اون تسلا و آرامش بیشتری پیدا بکنن، بدون اینکه حالا بیاندیشن که اصلا این اسطوره ها و این الگوواره ها کی شکل گرفته، چه جوری شکل گرفته. من عرضم این هستش که خب ما یه بستر اجتماعی داریم، در اون بستر اجتماعی یک فرهنگ چند هزار ساله داریم، الگوواره های شکل گرفتن و افراد بر اساس اون عمل میکنن، در اون زیست میکنن بدون اینکه شاید حتی به اون فکر بکنن، با اون رو باز تولید میکنن. الان و در مواجههشون با یک پدیده ای مثل مرگ دست جمعی و مرگ نزدیک در بحران کرونا، آیا ما میتونیم انتظار داشته باشیم که این الگوواره ها به راحتی کنار برن؟ یعنی افراد الان، حتی افرادی که فکر میکنن به این چیزها یا میخوانند یا توجه میکنند یا سعی میکنند که با سولید نکنند اون الگوواره ها رو و به شکل آگاهانه تری عمل بکنند، آیا برشون اصلا امکان پذیر هست؟
یعنی بالاخره انسان قبل از اینکه یک موجود فلسفی باشه، یک موجود غریزی و یک موجود زیستی هستش. وقتی فقدانی براش اتفاق میفته، دچار حالتهای مختلفی از هیجان، ترس، اندوه و حسرت و همه اینها میشه. پس یه واکنش نشون میده بر اساس اون، حالا الگوهای فرهنگی به کمکش میان. چقدر یک انسان به عنوان یک موجود زیستی فلسفی میتونه بشکنه خودش این تابوها، این الگوبارها رو بشکنه؟ نه خیلی باز سوال خوبیه به نظرم، یعنی مسئله است دیگه، یعنی چیزی که به نظرم میشه امروز حالا یکم حرفم زد. ببین اولا یه خیلی از این بحثایی که من میکنم شاید آره یه دفعه مثلا تو ذهن ما یه دفعه نامتعارف جلوه کنه، به خاطر اینکه خب یه مبانی فلسفی داره، شاید فرصتش باید باشه که ما در مورد مبانی فلسفی اینا حرف بزنیم، ولی خب نیست این فرصت، یه جاش اینجا نیست، اون بیشتر جاش تو فضای مکتوبه، آدم بنویسه، منم یه چیزایی نوشتم. نگاه من به فرهنگ کلا انتقادیه، یعنی من توی اون حوزه هم که بهش میگن کریتیک اف کالچر، که نگاه این نقد فرهنگ موزه من، و از این جهت حالا میشه خوند. یعنی من فرهنگ رو یک مجموعه از عناصر هویت بخش جمعی میدونم که بر فریب استوار شده، چون جامعه بر فریب استواره، چون اگه حقیقت، یعنی این اسطوره هایی که این جامعه رو ساختن در واقع برملا بشه که به چه معنی اسطوره این، اون وقت جامعه فرو میپاشه. شما الان میتونید بگید آقا ما اگه بخوایم جامعه رو حفظ کنیم باید این اسطوره رو حفظ کنیم، من با شما موافقم، ولی من کسی، من البته دغدغه‌های اجتماعی سیاسی دارم، ولی من وقتی میبینم یک جامعه بیماره، مثل دقیقا مثل چه میدونم روانشناس شده اصلا، یه وقتی یک جامعه بیماره و بعد داره در حین بیماری همون عناصر بیماریزاشو تشدید میکنه، باز به همونا چنگ زده، اون وقت شما وقتشه که شما تلنگر بزنید بهش دیگه. یعنی این همون دقیقه‌ای که به نظرم معنادار میشه نقد فرهنگ. وقتی توی جامعه کار نمیکنه، سیستم کار نمیکنه، داره جامعه تحمیق میشه، مردم از زندگیشون ناراضی هن. مردم چرا از زندگیشون ناراضی هن؟ به خاطر یک عناصری که اینا رو اینجوری کرده. بعد باز برای بیرون اومدن از این وضعیت به همون عناصر چنگ میزنن و بیشتر فرو میرن. خب توی چنین وضعیتی که من رسالتم یا هدفم در واقع میشه نقد این مجموعه، نقد این در واقع نامتقارن بودن یا بدقواره بودن این نسبت اسطوره ها، این اولا. نکته دوم این که ببینید به حال همه قرار نیست توی جامعه برن سراغ فلسفه، منم اینو میدونم، ولی کسی که میره سراغ فلسفه، حالا نمیخوام بگم فیلسوف به خاطر که یه دلالت هایی داره، یه وظیفه ای داره. من یه دوگانه ای میبینم بین تسلا و حقیقت. شما میگید آقا یه نفر احتیاج به تسلا داره، یه نفر احتیاج به آرامش داره. و اگه احتیاج به آرامش داره، خب باید بره سراغ اون چیزایی که آرومش میکنه، اگه واقعا آرومش میکنه، که به نظرم آرومش هم نمیکنه. ولی حالا من دغدغم تسلا نیست، من دغدغم آرامش جامعه نیست، من دغدغم اینه که جامعه اون تکون بخوره. من یعنی دقیقا فیلسوف یا اهل فلسفه یا اهل تفکر به طور کلی در جامعه مثل یک دینامیت عمل میکنن، مثل یک عنصری هستن که دارن قلقلک میدن جامعه رو، وظیفه‌شون اینه، وگرنه همه در خاک فرو میرن. به این معنی اگه از من پرسه کسی که نمیدونم یکی رو از دست داده، عزیزش رو از دست داده، این میخواد الان تسلا خودش رو تسلا بده یا دیگران تسلاش بدن برای اینکه آروم بشه، آیا این کارو بکنه؟ من میگم که این توی اون ایده‌ای که من دارم این جا نمیشه. ایده من اینه که آقا الان یکی مرده، بهترین فرصته که تو بیاندیشی به خود مرگ عزیزت، چون تو این فرصت تا وقتی که به زودی خودت هم میمیری و قبل از اون تو خودت نمیدونی کجا بودی کجا هست. یه نفر شاید برگرده به من بگه آقا من اصلا نمیخوام بدونم. خب اینم به این معنی من میگم خب آقا ندون، من که کاری ندارم. من یکی از سوالایی که اتفاقا تو همون نمونه سوالایی که خود شما اشاره کردین، یک از دانشجو پرسیده بودم اون صحنه فیلم ماتریکس رو، که طرف به حال یه فردی بوده میفهمه ماجرا چیه، که این همش الکیه، حقیقت چیه. بعد این لحظه اون فردی که بود توی شخص اصلی فیلم میاد به این دوتا قرص میده، یه قرص آبی هست یه قرص قرمز، یکیشو بخوری ادامه میدی، یکیشو بخوری بیدار میشی اصلا یادت میره، کدومو میخوای؟ این سوال کردم شما کدوم رو انتخاب میکنید؟ بعضیا واقعا اون قرص رو انتخاب میکنن که میخوان برگردن اخواب بیدار شن و زندگی همون روتینشون رو ادامه بدن. یعنی مسئله اینه که مشکل من وقتیه که میدونم من تا اینجا با اینا مشکلی ندارم، این هر کس میتونه عقیده خودش رو اعمال کنه، اما من انقدر دموکراتیک نیستم. میدونم مشکل چیه؟ مشکل من اینه که یا پلورالیست نیستم، مشکل من اینه که وقتی همون آدم که تصمیم میگیره که در بلاهت یا در ناآگاهی زندگی کنه، برای آینده من تصمیم میگیره. یعنی همون آدم منو له میکنه، همون آدم منو به اسم قرنطینه تو خونه نگه میداره، همون آدم به اسم اینکه من دارم قلقلک میدم ایده هاشو عصبانی میشه، منو شاید بندازه زندان، منو شاید بکشه. همین که در طول تاریخ میتونیم نشون بدیم یا کسی که اهل فلسفه بودن یا متفکر بودن چه بلایی سرشون اومده دیگه. خب تو همین مملکت خودمون هم همینطور دیگه، سهروردی تو زندان کشته میشه، ابن سینا اونجوری میشه، ملا صدر
مسئله اینه که اینجاست که من باید بگم که یه تنش ایجاد میشه. این تنش اینه که من نقدمو با صدای بلند بیان کنم تا وقتی که زورم میرسه. و وقتی خب یه موقعی هم دیگه زورم نمیرسه، جامعه منو ساکت میکنه یا خفه میکنه. من مثلا در وهله اول هرچند من مخالف سانسور دولتی اینا همه هستم، به شدت مشکلم دارم، اما مسئله من در وهله اول سانسور مردم ها تا دولت، چون دولت برآمد از مردم، من خیلی بین مردم و دولت و اون اسطوره‌هاشون تفاوت قائل نیستم، اینا مشکلاتو میذارم بندازن گردن هم دیگه. ولی مسئله خود سانسور مردم یا اون سرکوب مردمیه که به یه شکل به شکل سطحی از دموکراسی هم الان رایج شده. به این معنا بله دیگه، من فکر کنم تا یه حدی موضع خودم مشخص شد که بین تسلل و حقیقت هر کس حق داره کاری خودشو بکنه، منم حق دارم کار خودمو بکنم. یعنی در یک کلام بخوام جمله‌ام خلاصه کنم، همین هفته پیش اون کنفرانس که راجبه هنر بود، به یکی از هنرمندا که از فرانسه اومده بود داشتیم صحبت می‌کردیم، که من نقد خیلی تندی به آثار هنری اونا وارد کردم و اونا گفتن که آقا ما در نهایت دفاع می‌کنیم از آزادی بیان، آقا ما حق داریم که این کارو بکنیم. منم گفتم آقا شما حق دارین این کارو بکنید، ولی چرا تا به من منتقد میرسه آزادی بیان مخدوش میشه؟ منم حق دارم له کنم شما رو، یعنی منتقد نقد کنم، تناقضات نشون بدم، بازنمایی کنم وضعیتو بنا به اون ایده‌ای که دارم. و اینجا به نظرم همیشه تنش دیالکتیکی بین فیلسوف و جامعه هست و اصلا وظیفه فلسفه اذیت کردن جامعه، تلنگر زدن و قلقلک دادن جامعه است. جامعه هم همیشه واکنش سلبی داره نسبت بهش و این تنش همچنان ادامه پیدا میکنه. حالا فیلسوفانی که قبلا تو قرن پیش، دو قرن پیش اعدام شدن توسط همون جامعه، فردا یه قرن دو قرن بعد تبدیل میشن به اسطوره های همون جامعه بعدی. حالا فیلسوفای بعدی باید تازه اینا رو نقد کنن و این ماجرا ادامه داره. درسته. آقای دکتر اگر موافق هستید ما دوستانی رو که شاهد این گفتگو هستن رو در واقع ازشون دعوت بکنیم که ما بپیوندن و اگر سوالی دارن یا اینکه چه فکر میکنن در رابطه با این موضوعاتی که گفتگو شد میان ما. من بسیار خوب، شما طبق رویه خودتون عمل کنید، من نمیدونم شما هر چه رویه‌تون هست همون دیگه با شما. خواهش میکنم، من کامنت ها رو باز کردم، حالا دوستان اگر که سوالی یا نظری یا نکته‌ای دارن. حالا تا دوستان مطالبشون رو مطرح بکنم، من سوال دیگر رو مطرح بکنم. این صحبت ها البته جای بحث بسیار بیشتری داره، من امیدوارم که در آینده دوباره این فرصت گفتگو فراهم بشه و این آخرین بار نباشه آقای دکتر که ما با هم صحبت میکنیم در رابطه با فرهنگ. و اینها همه هم بحث های مهمی هست و هم بحث های جذابی در عرصه اندیشه علوم انسانی و حتما برای مخاطبان. سوالی که من میخوام مطرح بکنم این هستش که خب من از یکی دیگر از همکاران شما و از اهالی فلسفه جایی میخوندم که حالا این مرگی که اتفاق افتاده در این بحران کرونا تمام اون ساحت‌های انسانی رو منهدم کرده، ساحت‌های انسانی رو از بین برده، افراد رو در واقع وارد یک فضای خلعگونه‌ای کرده، مثل ذرات معلقی، افراد دچار یأس و ناامیدی و تشکیک و تشدید و همه اینها شدن. می‌خواستم ببینم که شما چطور فکر می‌کنید. من اصلا گفتم خدمت بحران کرونا رو واقعا بحران نمی‌دونم، اینم خیلی به نظرم اغراق شده است. اگه اهل کسی اهل فلسفه باشه باید خیلی آروم‌تر به این قضیه اون ببینیم. ما یک فوران با یه اتفاقی که مرگی که 2% رو می‌کشه و حالا به زودی هم ظرف چند ماه دیگه عادی میشه، میره بغل آنفولانزا و چیزای دیگه، این یه کمی به نظرم من قبل از کرونا و بعد از کرونا در واقع تمایز ساختاری و ماهوی در نظام سیاسی اقتصادی فلسفی نمی‌بینم. به نظرم کرونا کار خاصی نمی‌کنه، فقط یه فرصتی که ما بتونیم یه سری نقدا رو مطرح کنیم. ولی اون سیستمی که داره جهان رو به پیش می‌بره، یعنی شکلی از نئولیبرالیسم خاصی که حاکمه، اتفاقا از کرونا پولش هم درآورده، بعد کرونا هم کارگراش هم اخراج کرده، دانشگاه هم تعطیل کرده، فضای اجتماعی محدودتر کرده. بعد کرونا اتفاقا من به نظرم بلا سیاسی راست افراطی دست بالا رو داره و باز روی کار میاد. و اینجا حالا به نظرم این همه این مسائلی که به برنامه کرونا حالا ایشون با یه اغراقی بیان کرده همش قبلش هم بوده، یعنی تجربه مرگ یه چیز جدیدی نیست ماجرا، فقط بهانه‌ای که ما بتونیم یه مدتی در موردش حرف بزنیم و همین در همین هم به نظرم. درسته. یعنی همون دیگه پسا کرونا میگن دنیای پسا کرونا، من اصلا این دنیای پسا کرونا خیلی فرق با قبل کرونا براش نمیدونم، قائل نیست. بفهم. درسته. عرض به حضورتون من اگر حالا بخوام سوال دوستان رو که پرسیدن بخونم، پرسیدن که علت مخالفتتون با به طور خاص با مسئله قرنطینه رو بگید. دوست حالا من سوالا رو چند تاشون میخونم شما بفرمایید پاسخاتون رو. یا گفتن که اصل و پایه‌ای که شما بر مبنای اون در واقع تناقضات رو بهش اشاره می‌کنید چه هست؟ البته خب فکر می‌کنم اشاره کردید، چون که حالا اینا مبانی نظری داره که جای بحث مفصل‌تری داره. سوال جالبی پرسیدن، گفتن که تفاوت بین
نیستی قبل از تولد و نیستی که با مرگ اتفاق میفته چی هست؟ این هم جالبه. حالا تو اینجا اگر میخواید پاسخ بدید ببینید بحث دیگه. بله بسیار، بحث مخالفت من با قرنطینه، من با قرنطینه مخالف نیستم، من منتقد اون شیوه اجرا و به ویژه فریبی هم که در مورد قرنطینه داده شد. حالا تجربه ای که من خودم داشتم به صورت تصادفی، من تقریبا یک ماه، بیش از یک ماه از ایام قرنطینه توی فرانسه بودم، یه ماه هم اینجا بودم. حالا اینجا قرنطینه شکل نگرفت واقعا، اصلا اینجا که شوخی بود، یعنی من وقتی اون موقع فرانسه اومدم ایران احساس می‌کردم از کشور استبدادی اومدم به کشور آزاد، یعنی اینجا هیچ کس با یعنی هیچ دولتی هیچ کار خاصی نمی‌کرد. ولی مسئله اینه که چون هر دو تا تجربه رو دارم، هم تجربه به یه معنا جامعه مدرن غربی، هم تجربه خودمون رو، البته با یه تفاوت‌هایی، یه چیزای مشترکی بود تو اینا. یکی فریب دولت، یعنی این دروغ رو میگفتن آگاهانه و آمدانه، هم اینجا هم اونجا، که آقا این یادتونه، اون اولا یادتونه که دو هفته بمونید خونه قضیه درست میشه. بعد گفتن یه ماه، اصلا من یادم یه چیزی به اسم بتمرگینوفن تبلیغ کرده بودن که آقا بتمرگین خونتون، چرا میایین بیرون. حالا یه بخش من یه متنی هم نوشتم به اسم کرونا و استبداد طبقاتی، که بخشی از جامعه رو اصلا دیده نمیشه، چون اونا دو روز بمونن خونه غذا ندارن بخورن. بعد ما از یه موزه طبقه متوسط یا موزه نمیدونم کسی که میتونه 6 ماه با حقوق خودش زندگی کنه بگیم که آقا اینا بشینن خونش. در حال یکیش دروغ سیستم ها بوده، یعنی گفتن آقا دو هفته بمونید خونه همه چی درست میشه، و گفتن یه ماه، و گفتن دو ماه، و اینو تمدید کردن، در حالی که از اول هم میدونستن میشه نقل قولایی هم آورد از مرکل، از مکرون، از جانسون، از خود آقای دکتر روحانی، که اینا از اول میدونستن که جامعه باید بگیره 80% و قضیه حل بشه. این اولا. دوما در مورد واکسن، با در مورد واکسن هم باز گمانه‌زنی ها، با اینکه میدونستن فریب کارانه بود. میخوام اینو بگم، این قرنطینه شفاف نه، قرنطینه خیلی یعنی یک فرایند مشخص شفاف آگاهانه نبود پشتش. اینا مسئله این که نوع مواجهه که با قرنطینه شد، یه نوع مواجهه سرکوبگرانه بود. یعنی هیچ کس نمیاد از مردم بپرسه آقا این قرنطینه اگه بشیم اینه، اگه نشیم اونه، کدومو میخوان. همه دولت‌ها، حتی دموکراتیک ترین دولت‌ها، به شدت سرکوب کننده اعمال کردن قرنطینه، و بعد همه هم دیدن که جواب نداد قرنطینه. یعنی الان موج دوم کرونا در خود اروپا داره نشون میده که اون قرنطینه فقط دوره کوتاهی اونا رو کم کرده، میگم ایده تختای بیمارستان دیگه، و بعد دوباره ادامه داره و بعد دوباره ادامه داره. من در مورد میگم قرنطینه، اصلا من متخصص بهداشت و پزشکی نیستم، واسه همین در مورد قرنطینه و کارکردش واقعا سوادش هم ندارم، ادعای علیکی هم ندارم، اما من وقتی میگم یه چیزی داره به صورت فریبکارانه یا غیر شفاف عمل میکنه، من باید نقد کنم. این اولا. ثانیا مسئله در مورد این که ما چجوری میتونیم حفظ کنیم جامعهمون. مثلا کشور سوئد قرنطینه رو هیچ به خاطرش، به خاطر اینکه دیدن جامعهشون همینجوری داره از دست میره، اینا قرنطینه ما رو جامعه سوئد احساس کردن که اینا خودش همینجوری جامعه سوئد داره از دست میره. اگه قرنطینه هم اعمال کنن، مضرات قرنطینه در واقع بیشتر از مزایاش، و اونجا الان جزء آمارهای اول اروپا نیست، آمار فکر کنم 6 یا 7 اروپا سوئدی که قرنطینه رو اعمال نکرد، ولی خب فضای فاصل گذاری اجتماعی رو به زوده فرهنگی ترویج کرد. این بحثای نقدای من در مورد قرنطینه از موضع فرهنگی، سیاسی، اجتماعی بوده، و به نظرم روز به روز اون بحثایی که ما موقع کردیم و خیلی هم در واقع حمله شد به من، داره نتایجش خودش رو نشون میده. ولی وقتی جامعه ترس داشته باشه، وقتی جامعه بترسه، شما میتونید رو این راحت رو این جامعه سوار بشین و هر فریبی رو بهش بدید. همین الان یه شایعه بیاد که آقا یه دارویی، اصلا شما بگو کدوم دارو، ویتامین د، همین الان شایعه بشه ویتامین د کرونا رو خوب میکنه، مخالف فردا همه ویتامین دی که تو داروخانه پیدا نمیشه. خب مثلا جامعه که میترسه بدون فکر سری واکنش، یعنی منفعل میشه. و من کسی ام که بزرگترین خطر رو حتی بیشتر از مرگ، منفعل شدن جامعه میدونم. یعنی به نظرم استرس اجتماعی از مرگ 2% خطرناکتره. این از این ماجرا، حالا بحثش البته مفصله. ولی در مورد سوال دیگه خیلی سریع بگم، چون فرصتم فکر کنم نداریم واقعا. از شما میدونم فرصت ما چقدر، شما به من بگید که چجوری فرصت ما. ما 4 دقیقه دیگه آقای دکتر زمان داریم. چقدر؟ 4 دقیقه. آره. الو 4 دقیقه فرمودین؟ بله بله 4. ما تا رأس در واقع 9 و نیم بله بسته میشه فضای پیج برای لایو. خب بسیار البته به صورت اتوماتیک. بله آره نه بسیار بهتر است، چون ما حرفامون هم زدیم دیگه. ولی این دوتا سوال رو بس بگم بگذرم. اصل پایه تناقضات بس مبانی فلسفی متافیزیکی داره. من کاملا جامعه رو دیالکتیکی میبینم، دیالکتیک به معنای البته خاص نوهگلیش، و اینکه اینا در تنش درونی نیروهاست که جامعه رو داره پیش میبره.
این که مبانیش چیه، بله من کلی مطلبم دارم تو این خصوص، حالا مخاطبم میتونم برم ببینم. تفاوت نیستی قبل از تولد و بعد از مرگ رو من نمیدونم واقعا، یعنی حوزه کار فلسفه به قبل از تولد و بعد از مرگ نمیرسه. من به در مورد مرگ یعنی حیات بعد از مرگ صحبتی نمی کنم، چون کار من نیست، کار سری آدمای دیگه ای. من تنها کاری که میتونم بکنم که از درون زندگی به مرز مرگ بیاندیشم. به همین دلیل بعد از اون اصلا نمیدونم چی، اصلا نمیتونم در موردش حرف بزنم، من میتونم به این مرز بیاندیشم فقط. درسته. به عنوان آخرین سوال، شاید یکی از این سوالاتی که حالا داشت میگذشت من در واقع مشاهده کردم، پرسیدن که مفاهیم انگیزه بخش به زندگی و معنای زندگی به نظر شما چیست؟ حالا شو یه مقدارم فاصله بگیریم از اون بحث های در واقع تناقضی و انتقادی و یه بچه ایجابی رم بحث ایجابی رم بهش بپردازیم. پرسیدن که مفاهیم و آموزه های معنا بخش به زندگی به نظر شما چیست؟ اون چیزی که میتونه این فضا رو بشکنه، حالا به تدریج و در مرور زمان. بله. ببین این بحث واقعا بحث مفصله، یعنی خود این موضوع یه لکچر، ولی من فقط همینطور در حد یه 30 ثانیه بگم یه چیزی رو. ببینیم مسئله این که خود ما بفکر کنیم چه چیزی زندگی ارزش اینو داره که ما براش زندگی کنیم. به زندگی خودمون نگاه کنیم، ببینیم از صبح داریم تا شب چیکار میکنیم، کدوم از این کارامون ارزش اینو داره که ما این زندگی رو بکنیم. به نظرم بعضی از مفاهیم هستن که ما میتونیم برای اونا زندگی کنیم، حتی اگه بهشون نرسیم، حتی اگه شکست بخوریم. مفهوم مثل حقیقت، مفهوم مثل عدالت، مفهوم مثل آزادی با تمام تناقضاتش. حالا تازه وظیفه‌م اینه که بریم ببینیم اینا چی ان، چه تناقضاتی دارن بعضی از مفاهیم. ولی اگه ما بخوایم فقط همینطور بخوریم و بخوابیم و بیایم و بریم، این به نظرم زیستنی که ارزش زیستن نداره، همون طول عمر کمیه که ردش میکنیم و میره دیگه. این چیز خیلی در حد کپسولی پاسخ به این سوال. هرچند من جاهای دیگه هم کلی چیز می‌نوشتم تو کانال تلگرام پر از این حرفاست در مورد این موازن، و امیدوارم که حالا بعداً این فرصتی شد باز بیشتر بتونیم در موردش حرف بزنیم. درسته. آقای دکتر، حالا چون یه زمانی داریم هنوز و این بحث به نظرم خیلی جالبتر از اینه که کوتاهش بکنیم، این تناقضی که الان در تمام جوامع بشری وجود داره بین قوانین، آگاهی هایی که داده میشه به افراد در مورد حالا بحران کرونا و غیر بحران کرونا، و از اون طرف برداشتی که افراد بر اساس این آگاهی ها دارن، البته بله داره اختار میده که 30 ثانیه وقت هست، فکر میکنم دیگه نمیرسه که این بحث رو باز بکنیم. خب به سوال شما حداقل میرسه. چطور این تناقض رو ما باید بهش بپردازیم؟ یعنی انسانی رو حالا ما رها کردیم در بین این تناقض، امیدوارم حالا فرصتی بشه که ما این بحث رو انجام بدیم. من خیلی ازتون تشکر میکنم و خوشحال هستم که با شما گفتگو کردم و شب آرامی رو براتون آرزو میکنم. شب شما بخیر.